خود شدند. گروهی از آنها به اربیل مرکز کردستان عراق آمدند. نفیسه کوهنورد گزارش می‌دهد. اینجا گذرگاه نینواست. منطقه مورد اختلاف کردها و عربها. اختلافی خشونتبار که ده ها هزار بی خانمان به جا گذاشته. ما تو راه نینوا پایتخت باستانی آشوری ها بودیم، اما انقدر شرایط اونجا خطرناک و نامطمئن هستش که به ما پیشنهاد شد که اونجا نریم. کردها و عربها بر سر منطقه اختلاف دارن که از نظر تاریخی متعلق به آشوری هاست. اما این آشوری های مسیحی هستن که در آتش این اختلاف سوختن. مسیحیان نینوا در سالهای اخیر آماج حملات تروریستی قرار گرفتن. حالا منطقه مسیحی نشین انکاوه در اربیل به مأمنی برای اونها تبدیل شده. خانواده نه نفره شهیدی یکی از صدها خانواده‌ایه که به تازگی ناچار به ترک موسل شدند. از پدر خانواده که در حمله تروریستی کشته شده تنها همین دو قطعه عکس مونده. اونجا اونقدر تحت فشار بودیم که همه چیز رو در موسل جا گذاشتیم، حتی عکسای خانوادگیمون رو. در ماه‌های اخیر به بچه‌هام در خیابون فقط به خاطر اینکه صلیب به گردنشون بود حمله شد. به مدارس دخترانه مسیحی‌ها که دخترم اونجا بود و به پسرم. سر کار ما دیگه امنیت نداشتیم. با اینکه بغداد و حکومت محلی کردستان عراق وعده دادن امنیت رو به موسل برگردونن، خانواده‌های آواره از اون دیار چشم پوشیدن. من دیگه فکر نمی‌کنم به موسل برگردم. اونجا دیگه آینده ای ندارم. حتی کسی جرأت نداشت به مسیحی ها کار بده. من ترجیح میدم دیگه بهش فکر نکنم و همینجا آیندم رو بسازم. با این وضعیت اساساً حرف زدن درباره انتخابات و دموکراسی بی‌معنی به نظر میاد. من دیگه فکر نمی کنم به موسل برگردم. اونجا دیگه آینده ای ندارم. حتی کسی جرأت نداشت به مسیحی ها کار بده. من ترجیح میدم دیگه بهش فکر نکنم و همینجا آیندم رو بسازم. البته تنها القاعده نیست که دشمن جان آشوری ها شده. مردم میترسن بگن کی به اونا حمله میکنه، اما ما گزارشایی داریم که در اونا حتی از حمله افراد یونیفرم پوش بهشون صحبت شده، اما هیچ کس نمیگه چه یونیفرمی، کردها یا عربها. آوارگی برای آشوریان تجربه تازه‌ای نیست. بی خانمانی این قوم 100 ساله که آغاز شده. از همون موقع که از شرق ترکیه امروزی رانده شدن و حالا حتی پایتخت باستانیشون رو هم ممکنه از دست بدن. نفیسه گونورد، بی بی سی، انکاوه، اربیل. آیا حیوانات حق دارن تا از آنها در دادگاه دفاع شود؟ این موضوع یک همه پرسی در سوئیس است. حامیان این طرح میگویند این کار باعث می شود حیوانات از راحتی و آسایش بیشتری برخوردار شوند. برخی دیگر معتقدند که بحث وکیل مدافع حقوق حیوانات مشکلات قوانین حمایت از حیوانات را بیشتر می کند. برگردان گزارش را ببینیم از ایمجن فوکس خبرنگار بی بی